سلام و هزاران درود به همه دانشجوهای بیدار، به خصوص همه دانشجوهایی که با حرکت‌های اعتراضیشون 16 آذر رو به نام دانشجو به ثبت دادن. همه اونهایی که شعار دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد رو در دانشگاه طنین انداز کردند و در برابر تمام کسایی که دانشگاه رو خاموش می‌خواستند ایستادند. در شروع نگاهی داریم به آخرین حرکت‌های اعتراضی و بعد هم از دانشگاه‌ها می‌گیم که این هفته رو به هفته اعتراض تبدیل کردند و صدای واقعی دانشجو شدند. دانشجوهای دانشگاه صنعتی ارومیه به مناسبت روز دانشجو تجمعی داشتند. اونها اعتراضشون رو نسبت به مشکلات دانشگاه از جمله در مورد تبعیض جنسیتی، امنیتی بودن فضای دانشگاه، تولی سازی آموزش و همچنین مشکلات خوابگاهشون با در دست گرفتن پلاکارد‌های نشون دادند. دانشجوهای دانشگاه زنجان به مناسبت روز دانشجو یک نمایشگاه عکس به راه انداختند که در اون علاوه بر عکسهایی از حرکت‌های اعتراضی دانشجوها، شعارهایی هم چشمگیر بود. شعارهایی مثل دانشگاه پادگان نیست، جای دانشجو زندان نیست و با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید. اعتراض دانشجوهای دانشگاه صنعت نفت همچنان ادامه داره. اونها در ادامه تجمع و تحصنشون نسبت به بیتوجهی کارگزاران حکومتی در مورد مشکلاتی که دانشجوها مطرح می‌کنند دست به اعتصاب غذا زدند. آمار اعتراضات دانشجویی از شروع سال تحصیلی جدید، یعنی از اوایل مهر ماه تا اواخر همین هفته، به 60 مورد میرسه. اما از اوایل همین آذر ماه و به خصوص در همین هفته اخیر با نزدیک شدن به روز دانشجو، میزان افزایش اعتراضات چشمگیر بود. دانشجوهای دانشگاه تهران، علامه، ملی، شریف، خوارزمی، صنعت نفت، نیشابور، سیستان و بلوچستان، شیراز، صنعت نفت، مدنی آذربایجان، سمنان، زنجان، ارومیه و در کل 14 دانشگاه در همین رابطه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تشکر مستقل واسه فوری ماست. تبدیل این وزارت علم است یا تجارت؟ اصلی ترین نکته در مورد این اعتراضات حرکت‌های واحد و هماهنگ دانشجوها بود. تشکل‌های مستقل دانشجویی تونستن با خواسته‌ها و شعارهای واحدشون این حرکت‌های اعتراضی رو در دانشگاه‌های مختلف شکل بدن. اما فلش اعتراضات بیش از همه روی فضای امنیتی و سرکوب در دانشگاه، کالاسازی تحصیل و تبعیض جنسیتی بود. این موضوع رو میشد در بیانیه‌های مشترکی که در حرکت‌های اعتراضیشون خونده شد دید. 16 آذر روز دانشجو، نماد مبارزه دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است. برای سال‌ها این روز در قالب برنامه‌های کم مایه چند تشکل سیاسی رسمی برای ایجاد شور و هیجان زودگذر و بیان شعارهای جناح‌های سیاسی مأس شده بود. اما اکنون 3 سال است که دانشجویان مستقل و فعالان صنفی عزم کردند تا معنا و تصویر دیگری به این روز بدهند. تشکل وابسته نمیخوان. تشکل وابسته نمیخوان. یک کار جالبی که امسال شاهدش بودیم ابتکار دانشجوهای دانشگاه تهران بود که با برگزاری یک نمایشنامه، اون هم در چند نقش، از مادر تا کارگر و دانشجو پولبر، دردهای جامعه رو به تصویر کشیدند. اونها نشون دادند که دانشجو همدرد سایر اقشار جامعه است و همصدا با اونها علیه ظلم و ستم و تبعیض فریاد میزنند. ما در کنار شما بودیم. ما در کنار شما بودیم وقتی شما را دست بسته میبردن. آنجا که در هیاهوی انقلاب صدایتان خاموش میشد، ما در آخرین سنگرمان دانشگاه با بیرقهای شما جنگیدیم. تا جایی که باخوندها برمیگرده، همواره تلاششون این بود که با تحریف تاریخ و اونچه که در سال 32 گذشته این روز رو مصادره و به سود خودشون به ثبت بدن. اما این بار هم دانشجوها با حرکت‌های اعتراضی و شعارهاشون نشون دادن که طرح‌های آخوندها
و به خصوص دجالگری های روحانی با شکست مواجهه. نمونه هایی از این حرکت های اعتراضی رو میشه در شعارهای دانشجوهای دانشگاه سیستان و بلوچستان علیه حضور آخوند روحانی و مراسم نمایشیش دید. همچنین دانشجوهای دانشگاه تهران که مراسم حکومتی رو به هم زدن و همچنین دانشجوهای دانشگاه ملی که در برابر پزشکیان از اعضای مجلس شعار دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد سر دادن. دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، دانشگاه امنیتی نمیخواد دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. اما یه چیز دیگه بگم و بعد میشیم اون وقت چند تا سوالتون رو جواب میدم. اما در بین تمام این اعتراضات، تحصن و اعتصاب دانشجوهای دانشگاه صنعت نفت چشمگیر بود. تحصنی در امتداد اعتراضات دو ساله که برای گرفتن حق و حقوقشون همچنان ایستادند. بعد از لغو قرارداد استخدام این دانشجو از طرف وزارت نفت، اونها بارها در دانشگاه صنعت نفت آبادان و اهواز و تهران و همچنین جلوی وزارت نفت دست به تجمعات اعتراضی زدند. همچنین اونها به دیوان عدالت اداری رژیم هم اعتراض کردند که مجبور شد به نفع دانشجو هم رأی بده، اما در عمل تغییری حاصل نشد. آبان ماه امسال دانشجوهای دانشگاه صنعت نفت تجمعی را شروع کردند که به اعتصاب و تحصن سراسری تبدیل شد. خواسته اونها استعفای هیئت رئیسه دانشگاه و استخدام در وزارت نفت بود. شب 11 آذر کارگزاران حکومتی اینترنت رو قطع کردند و در کلاس‌ها، خوابگاه و رستوران رو بستند. اما دانشجوهای این دانشگاه و همچنین فارغ التحصیلانشون در محوطه دانشگاه و همچنین جلوی وزارت نفت تجمعشون رو ادامه دادند. درود و دست مریزاد به همه شما که نقشی در هر کدوم از این حرکت‌های اعتراضی و بزرگداشت نام و روز دانشجو داشتیم و نشون دادیم که جنبش دانشجویی ایران زنده تر از همیشه به پیش میره. در پایان این قسمت با بخشایی از فعالیت‌های دانشجوها از شهرهای مختلف در بزرگداشت روز دانشجو همراه میشیم.